متبارک باد قومی که یهوه خدای اوست آنانی که منتظر خداوند هستن قوت تازه خواهند یافت من برادر من دختر خدا پسر خدا نو ایمان ایمان داره قدیمی اگه اصله کامل خدا استفاده کنیم حتما پیروز پایین برای آنانی که در مسیح ایسا هستن همه چیز با هم به خیریت خواهد بود به ضعف خودت نگاه نکن خداوند مگه ضعف‌های تو رو نمی‌شناسه اجازه بده که خدا خدایی کنه اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست آمین تو باید قانون جنگ روحانی رو یاد بگیری یک جنگ بیشتر بر علیه انسان وجود نداره و اون سر جای باید حکمت از اسلحه های جنگی قوی تره نه ترس برای هر روز ما وعده داده که نه ترس با یقین و اطمینان بگو خدای من زنده است اینو هر برکتی که میدید برکت به خودتون برمیگرده به نام مسیح تو نامی خواهد داد تا در مقابل او هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است آمین در نام عیسی مسیح خداوند او که شایسته جلال است به تک تک شما ایزان خوش آمد میگم به خانه خداوند خیلی خوش آمدید سال سلامتی خدا رو بر شما اعلام میکنم و هفته ای که شروع میکنید چون که یک شنبه ما شروع هفته خواهد بود نه پایان هفته برای این دنیا شاید پایان هفته باشه یک شنبه که بگم واو چقدر خوبه که در واقع ما استراحت میکنیم میریم تو خونه راحت هستیم ولی برای ما مسیحیان یک شنبه روز اول زندگی ماست چون که با سبت خداوند هفتمون رو شروع میکنیم آمین. تو که از اول باید از قوت خدا بگیریم که شروع بکنیم باید جان داشته باشیم که بتونیم زندگی بکنیم باید اون پاور و قوت خدا رو داشته باشیم که بتونیم شروع بکنیم نه اینکه پایان در واقع روز خستگی ماست پایان روز تلاش های زندگی ماست بلکه شروع ما با خداست امین تو ایرانیا معمولا به این باور هستن که آره از خدا از تو حرکت از خدا برکت ولی شاید ظاهرش خیلی قشنگ باشه مردم بگن واو چقدر قشنگه آره این چقدر ایماندار و خوبیه این چقدر پرقوت داره چقدر ایمان قشنگ و قوی داره اما وقتی نگاه میکنیم اگر تو از تو بخواد حرکت باشه از خدا فقط برکت باشه ولی سوال اینه کی, کی حرکت تو رو تایید میکنه که به حرکت تو مس میذاره که رو حرکت تو دست میذاره چقدر بارها توی زندگیت حرکت کردی و برکت نبوده چقدر حرکت کردی و سمر نبوده چقدر حرکت کردی و میوه نداده چقدر تصمیم گرفتی و محصول به بار نیاورده چقدر خودت کردی و آخر کار پشیمون شدی پس کو اون حرکتی که تو گفتی و برکتی که از خدا باید بیاد اما تو ایما شاید بهتر عوضش کنیم از خدا برکت از تو حرکت اجازه بده خدا تو رو برکت بده قوت حرکت تو رو حکمت بده قوت حرکت تو رو در واقع علم بده قوت حرکت داشته باشی تو رو دانش بده که قوت حرکت داشته باشی تو رو در واقع ما کاشفه بده که داشته باشی برای حرکت کردن اگر از خدا شروع نشه موسی میگه خداوند کجا برم من کجا برم اگر تو با ما نیایی اگر تو نیایی قدم از قدم بر نمیدارم چون که تمام سالهای زندگیم چل سال تو بیابان بود توی مس بود آخر کار حرکت های انسانی خودش زد و قتلی و آواره بیابان شد چرا؟ چون فکر میکرد اول حرکت از من اما بیایم به عنوان ایمان مسیحی نگاه درست به کلام داشته باشیم از خدا شالم از تو حرکت از خدا حکمت از تو حرکت از خدا کلام علم از تو حرکت از خدا کلام مکاشفه از اول روح خدا بر تو خواهد آمد قوت خواهی یا بعد برو به اورشلیم نه برو به اورشلیم بعد خدا به تو قوت بده اول با خدا شروع میکنیم به همین دلیل روز یک شنبه برای ما مسیحیان شروع هفتمون خواهد بود چرا که در سبت هفتمون رو شروع میکنیم آمین امید. و این اون چیزیه که خدا امروز میخواد در واقع ما از اون برکت بگیریم شروع ما با او شروع میشه وقت داشته باشیم بتونیم ادامه بدیم آمین عزیزانی که راه دور با ما هستید به شما نیز برکت خدا رو اعلام میکنم و شما رو برکت میدم از هر برکت آسمانی در مسیح عیسی آمین که امروز که روز خداونده روزی باشه که رابطه ای تو با خدای پدر رابطه ای تو با عیسی ای مسیح و روح خدوس خداوند رابطه ای صمیمی و عمیق باشه این که در چه شرایطی هستی در چه وضعیتی هستی در چه موقعیتی هستی در چه ناله‌ای هستی امروز خدا با تو میخواست صحبت کنند. گوشاتو باز کن آنکه گوش دارد بشنود روح خدا به کلیسا به ایمانداران به فرزندانش چی میگه آمین. آمین امروز ابتدا میخوام پیغام خدا رو با هم با شما در میون بذارم و بعد بریم سراغ پرستش که بدونیم برای چه قسمتی خدا میخواد امروز او رو پرستش کنیم در چه مسیری پرستش ما خواهد رفت اما ابتدا میخوام آنچه که خدا میخواد با ما در میون بذاره در میون بذاره آمین که نه فقط شما کلام بلکه عمل کنندگان کلام و انتقال دهندگان کلام باشیم آمین چون خدا میخواد که در واقع کلام بگیریم خودمون زندگی کنیم و بعد به دیگران انتقال بدیم چون که هر سش در واقع دعوت ماست که هم بشنویم هم عمل کنیم هم انتقال بدیم چون خدا میخواد از طریق ما و زبان ما دیگران رو برکت بده آمین آمین که ما فرزندان شالوم و فرزندان سلامتی هستیم بلکه پیغام سلامتی میاد خدا میخواد سلامتی رو در زندگی ما و بعد از طریق ما به دیگران انتقال بده آمین. ما درباره شالوم شنیدیم و پنج معنی شالوم خدای شفا دهنده خدای برکت دهنده خدای امنیت دهنده و خدای آرامی دهنده راجع به آرامی صحبت کردیم به سبت رسیدیم به سبت که رسیدیم درباره این صحبت کردیم که دزدان سبت کدام ها هستند درباره دزدان سبت گفتیم که اولین دوز سبت شیطانه چون که دوز قاتل میاد که بکشه به دزد و هلاک بکنه دومی دزدان رو صحبت کردیم دیگران هستند اطرافیانی هستند که با صحبت با برخوردهاشون با در واقع زندگی کردن آنچه که دلشون میخواد ثبت از زندگی تو میدوزن به عنوان خانواده به عنوان دوست به عنوان سابکار به عنوان دولت مردم ثبت رو از تو میدوزن و خیلی از افراد هستن که در واقع کنار ما هستن که در واقع این ثبت شما رو در بر میگیرن ثبت شما رو خراب میکنن اون آرامی خدا شما رو خراب میکنن چقدر شده بارها با یک نفر سلام علیک میکنی وقتی بلند میشی میگه آه حالم بد شد یه نفر زنگ میزنه وقتی تمام میکنیم میگه آخه حالم بد شد یه نفر میاد کنار تو اول پرسی میکنه وقتی میریم میگه وای حالم بد شد چرا که ثبت تو رو ممکنه بدوزن دانسته و نادانسته بعضی مواقع با قلب خوب هستن اما افرادی که حتی قلب خوب دارن میتونن ثبت ما رو بدوزن ناخواسته اما راجع به گروه چهارم با هم صحبت کردیم که دوزان ثبت کیا میتونن باشن خود ما میتونیم باشیم چرا اون باورهای ما اون باورهای غلط ما اون چیزی که دنیا به ما داده اون چیزی که اسم ما رسیده در واقع میتونه ثبت ما رو بدوزه وقتی باور ما غلط باشه طبیعتا روزهای شادمانی نداریم یک شخص ایمیل زده بود من گفت که که تا تمام زندگی یک روحی مرا رو در واقع داره دنبال میکنه عین ای این واش یک روحی داره تمام زندگی من رو دنبال میکنه و من میدانم اون روح کیست روح خود کمبینی و روح ترچدگیه و تمام زندگی من از من انتظاری داشتن که نتونستم باشم براشون به من گفتن که تو نمیتونی به من گفتن که تو خنگ هستی به من گفتن و وقتی واقعا به زندگی خودم جالب نمیشه وقتی واقعا به زندگی خودم نگاه میکنم تمام آنچه که ایشان گفتن راست بود چرا من این گونه هستم و چگونه میتونم رهایی پیدا کنم وقتی شخص باور کرده طبیعتا این باور حتی اون افراد دیگه نیستن شاید اون پدرشون مادرشون دوستشون همسرش دیگه نیست اما آنچه که کاشته تو زندگی این شخص همچنان وجود داره و تا تمام سالهای زندگیش داره او رو در واقع رهبری میکنه که من هیچی نیستم من به درد نمیخورم یا من کودن هستم یا من ضعیفم یا من ناتوانم و در واقع دزدان سبت خود ما و باورهای غلطی است که ما داریم اما درباره این صحبت کردیم که نظر خدا مهمتر از نظر ماست و برای دیگران نظر خودم مهمتر از اینه که دیگران درباره ما چه فکر میکنن اما امروز میخوام راجع به یک دوز دیگه با شما صحبت کنم که در واقع میتونه زندگی ما رو و ثبت رو و آرامی خدا رو برکت های خدا رو توی زندگی ما بدوزه و این چهارمین دوزی رو که امروز میخوام با شما معرفی کنم چیه؟ شکستن ثبت بعضی مواقع دیگه مشکل شیطان نیست بعضی مواقع دیگران هم نیست بعضی مواقع باورهای خودمون هم نیست خودمون رعایت نمی کنیم ثبت رو و خودمون ثبت رو میشکنیم اگر نگاه کنیم در کلام خدا میبینیم در در فرمان خدا درباره ثبت صحبت میکنه چهارمین قانون شریعت ثبت رو رعایت کن اول نام خدا رو در واقع به باطل نبر و بعد میگه خدا من خدای خود رو پرستش بکن یهوه خدای خودت و در واقع کسای دیگر رو پرستش نکن سه تا حکم داره به ما میده حکم چهارمه که میده میگه سبت رو رعایت کن سبت رو حفظ کن چرا سبت رو حفظ کن چون که سبت به تو کمک میکنه که به حضور خدا بری او رو بشناسی به حضور خدا بری کسی دیگر رو کنار او نذاری و پرستش نکنی به حضور خدا بری و در واقع نام دیگه نام خدا رو بی حرمت نکنی و این سبت در واقع دائم در حضور خدا رفتن به تو کمک می کنه که سه قانون اول شریعت رو دگه داری وقتی خود سبت به اضافه اون سه تا چهار تا در واقع میشه اون سنگ اول اون سنگ, سنگ در واقع تخت سنگ اول که چهار تا فرمان خدا بود درونش رعایت میکنی تازه میتونی در روابطت با دیگران اونجا دیگه مهم نیست که دیگران در تو چه فکر میکنن چون که میدونم خدا در من چه فکر میکنه دیگه برام مهم نیست که در واقع شیطان با من میخواد چیکار کنه چون که من میدونم خدا در من چه فکر میکنه و به همین دلیل سبت کمک میکنه که اون سه قانون اول رو تو حفظ کنی در حضور خدا رفتن نام او رو شناختن نامش رو بی حرمت نبردن به جز او کسی رو پرستش نکردن و عبادت نکردن آمین, آمین. پس در واقع ما خودمون ناخواسته سبت رو میشکنیم و شکستنش سبت لعنت میاره کلام خدا میگه شکستن شریعت لعنت میاره اما منظورم از شکستن شریعت چیه؟ آیا ما سبت رو بشکنیم به چه صورت میتونیم سبت رو بشکنیم کلام خدا میگه شش روز کار یک روز برای استراحت استراحت نه فقط برای بدنت استراحت نه فقط برای روحت استراحت نه فقط برای جسمته و در واقع برای روانت استراحت برای خانوادت استراحت برای در واقع زندگیته، استراحت برای آنچه که خدا به تو داده و در حضور خدا استراحت یافتنه آمین اینا نمیخوام راجع به روز یکشنبه صحبت کنم که به طور خاص روز یکشنبه روز سبت برای ما مسیحیان هست. چونکه روز یکشنبه روز رستاخیز عیسی است. روزیه که عیسی در واقع رستاخیز کرد شاگردان میگه ترس یهود در جا چارچوب خودشون ترسیده بودن و در را بسته بودن که ناگاه عیسی از دیوارهای بسته ایشان وارد شد. میگه همه در ترس بودن که عیسی گفت شالوم شالوم یعنی چی آرامی خدا با تو باد چرا چون میگه ترسیده بودن جایی که ترس هست آرامی نیست جایی که آرامی هست ترس نیست رابطه مستقیم غیر مستقیم یا در واقع متضادی با هم دیگه دارن چرا اینقدر ما ترس داریم چون که شالوم نداریم چون که سبت نداریم چرا اینقدر نگرانی داریم چون که آرامی نداریم چون که نداریم خوبه که ما رعایت کنیم که آیا شیطان سبت من رو دزیده خوبه رعایت کنیم که آیا دیگران ثبت ما رو ندوزن خوبه رعایت کنیم که باورهای غلط من ثبت من را ندوزن اما اگر همه اینا رو دارم چک میکنم چهارمینم چک کن آیا خودم ثبت خدا رو نمیشکنم چون کلام خدا میگه تاسیسنی با 28 اگر صدای یهوه صدا آواز یهوه خدای خدا بشنوی و از اون اطاعت کنی چه اتفاقی میفته میگه این برکات به زندگی تو میاد شما تصور بکن در شهر مبارک در صحرا مبارک هر جا بری مبارک باشی آیا این آرامی نمیاره میگه ظرف خمیر تو پر باش آیا این آرامی نمیاره میگه دیگه مغروز نیستی بلکه انقدر داری که به دیگران قرض میدی آیا این آرامی نمیاره آیا تمام برکات به تو آرامی نمیاره وقتی رفتنت مبارک وقتی بیرون آمدنت مبارک آیا این آرامی نمیاره اصلا چرا خدا شریعت داد خدا شریعت داد برای ثبت چون میگه این به تو کمک میکنه که ثبت تو حفظ کنی ثبت خونوادگی تو حفظ کنی آرامی خونوادگی، آرامی درون تو آرامی فکر تو آرامی روح تو آرامی ایمان تو آرامی خدمت تو آرامی رابطت با خدا رو بتونی حفظ بکنی و به همین دلیل در واقع وقتی من رعایت میکنم ثبت خدا رو ثبت خدا برای من ارزش داره آرامی خدا برای من ارزش داره خدا تو رو برکت خواهد داد تصنیه 28 به این صحبت میکنه خیلی مواقع ممکنه ما خیلی رعایت کنیم آره دروغ نگم این کارو نکنم این کارو نکنم این کارو نکنم این کارو نکنم اوکی اما یک شنبه یه تو چی حالا نمیخوام حکم شریعتی برش بدم و بعضی مواقع بگن اوکی برادر ما تو ایران هستیم یک شنبه بعد بریم سر کار چیکار کنیم مهم نیست سوال اینه که از این هفت روز هفته سبت تو چند شنبه است به هر یک روزی بعد سبت کنیم یک روز در حضور خدا استراحت کنی یک روز در حضور خدا آرامش داشته باشی یک روز در حضور خدا بری و در واقع در حضور قوت بیابی روز سبت تو کیه مهم نیست دوشنبه یا سه شنبه یا چهارشنبه شنبه یا پنج شنبه یا جمعه یا شنبه یا یکشنبه. مهم اینه که سبت تو کیه خیلی از افراد هستن کلام خدا صحبت از این میکنه که در واقع اگر وقت ما سبت رو را رعایت نکنیم سبت مال خداست مسیح میگه من صاحب سبت هستم اگه صاحبش پس مالکش اونه پس ما در مالکیت خدا استراحت کنیم سبت را رعایت کنیم چون مال خداست نه اینکه مال ماست. خدا میگه به آرامی من وارد بشو. به سبت من وارد بشو. پس سبت مال خداست ما در سبت او. اگر سبت او را بشکنیم چه اتفاقی میفته؟ میگه نام خدا رو به باطل نبر. نمیبرم. میگه خدا من خدای خدا فقط پرستش کن. آمین می کنم. میگه در واقع به جای خداوند کسی دیگه پرستش نکن. آمین که پرستش نمی اما سبتم ندارم. اگه سبت ندارم چه اتفاقی میفته؟ تو زندگی من چه اتفاقی میفته؟ شکستن سبت آرامی رو میبره شکستن سبت ناآرامی میاره و خیلی مواقع ما ناخواسته وارد این آرامی ها داریم میشیم بدونی که بفهمیم چرا بعضی مواقع در درون صبح بلند میشه احساس میکنم ناآرامی دارم یک روز در حضور خدا من نمیایم. چه اتفاقی میفته مشکل شریعت نیست مشکل اینه که آیا در حضور خدا اون آرامی استراحتی که باید روزتو شروع کنی انگار هفته تو میشه 6 روز وقتی در حضور خدا یک روز نمیذاری هفته ای تو میشه شیش روز کلام خدا نگه نه فقط ده که تو به خدا بده ما یک هفتمون هم باید به خدا بدیم در واقع به نوعی یک قسمت از هفت روز هفتمون مال خداست نه فقط از دهیه که خدا دوزی نمی کنیم از یک هفتم خدا هم دوزی نمی کنیم و ما باید اون را رعایت کنیم مهم نیست چند شنبه است مهم نیست رهایتش کن یکی ممکنه بگه من در سرزمین اسلامی دارم زندگی میکنم و روز جمعه در واقع فقط تعطیله و فقط روز جمعه میتونم ثبت کنم آمین روز جمعه ثبت کن اگر شنبه میتونی روز شنبه ثبت کن یک شنبه میتونی یک شنبه ثبت کن نه نمیتونی دو شنبه ثبت کن مهم نیست خدا میخواد ما ثبت کنیم و اگر ثبت برای ما مهم نباشه انتظار نداشته که تو زندگیت آرامی باشه خیلی مواقع ما تو زندگیمون آرامی نداریم دلیلش هم نمیدونیم چیه میگه برای من همه کار میکنم دلم رو تفتیش میکنم گناهی هم نکردم روابطم هم خوبه فکر و قلبم همه چی اوکی اما حالم خوب نیست تا شده همه چی خوبه ولی حالت خوب نیست تا شده در حضور خدا رفتی خودت تفتیش کردی نه کسی را کردی نه دیوار کسی بالا رفتی نه مال کسی خوردی نه راجب کسی حرف اما حالت خوب نیست آیا سوال کردی چرا حالم خوب نیست چرا همه چی رایت میکنم حالم خوب نیست آیا ثبتت رایت میکنی آیا ثبتت نمیشکنی آیا از سبتت عبور نمی کنی تو به چند میفروشی روز مال خداست وقتی من میرم یه جای دیگه و سبت نمیذارم و فقط برم کار کنم که فقط پول در بیارم دارم سبت ما میفروشم چیزی که مال من نیست مال خداست دارم میفروشم و به شما قول میدم مهم نیست اگه یک شبه میری سر کار دوشنبه تو سبت کن دوشنبه میری سر کار سه شنبه تو سبت کن سهشنبه میری سر چهارشنبه چهارشنبه میری پنجشنبه یه روز تو سبت کن اگه هیچ روز سبت نداری بهت قول میدم که پولتو برکت نخواهد داشت چون قانون ثبت اینه که برکت میاره ثبت رو آید نکنی از دست میدی و بعض موقع دنبال گناهان بزرگ نباش به همین سادگی ثبت نداری مهم نیست که در واقع کاهن هستی مهم نیست نظیره هستی مهم نیست شبان هستی شیخ هستی شماس هستی خادم هستی ایماندار هستی فرزند خدا هستی هر کسی میخوای در هر جای ایمان باش ما باید ثبت داشته باشیم یک روز ثبت تو باید در حضور خدا داشته باشیم به خود سبت بده به خانواده ثبت بده به گل و رمت ثبت بده به همسر سبت بده به بچه سبت بده و به ماشین شوید سبت بده بعضی مواقع یک شنبه میگه چرا نمی... نمیتونم بیام اگه احساس میکنم یه روز که کلیسا نباید بیام تو خونه ثبت کن در خونه در حضور خدا ثبت کن نه تمام یه, یه کوله بقول معروف لباس برید بیرون همه رو بشور دستکش بکن دست از بالا تا پایین این چه ثبتیه روز خدا مال خداست و به همین سادگی آرامی ندارم چون قانون چهارم شریعت رو دارم میشکنم روزش مهم نیست که یه بعضی ها هستن در واقع کلیسایی که در واقع میگن باید سبت رو همون شنبه نگه داری خدا رو شکر که این نگه میداری نگه دار اما مهمتر از همه روزش خود سبته ما میبینیم که یهودی ها به مسیح ایراد میگیرن که آیا در سبت باید کار کرد آیا در سبت باید این کار کرد خدا میخواد که ما یک روز به حال داشته باشیم برای سبت پلیس سر کار یک شنبه نمیتونه بیاد دوشنبه سبت کنه دکتر کشی که در واقع روز یک شنبه است یا روز دیگه سبت کنه یک روز ما باید سبت میخواییم یک روز در حضور خدا باید وقت بذاریم خب چه بهتر اگه در حضور خدا و جماعت کلیسای خداوند با هم جمع بشیم حتی اگر نمیتونیم بیایم موقعیت نداریم کلیسا نیست در ایران در جاهای سخت جفا هست پراکندگی هست امکانات من ندارم چه فرق میکنه اوکی خدا میخوای یک روز دیگه در حضور و سبت بذاریم و این خیلی مهمه چیزی که من دیدم مامون به طور خاص ضد سبته و دائم آنچه که از خداست میخواد بفروشه و با تو بخره روز یک شنبه مال خداست گفتم حالا یک نفر مریضه اوکی نمیتونه بیا یک نفر شرایط خیلی سختی داره نمیتونه بیاد و ممکنه تو م... مشکل مالی باشه حتی بلیط نداره ایمان دارم که خدا مهیا میکنه ولی باز حداقل ثبتش میکنه ثبت تو حتما نباید تو کلیسا انجام بدی اما در خانه ثبت میکنی نمیتونم بیام اما ثبت کن تو خونه خدا میخواد که ما ثبت داشته باشیم این قانون خداست و زندگی تو رو برکت میده ما فکر میکنیم باید فقط نه تا قانون رو رایت کنیم تا دیگه تو فکر نمیکردید؟ ما نه تا بر رایت کنیم دهمی نداره چرا چوی ثبت نبود نه رو رایت میکنی دهمی رو نمی کنم توی احساس میکنم ثبت اصلا جدو قانون شریعت نیست اصلا فکرشم نمی کنم که من بر رایتش کنم من میدونم نباید دزدی کنم میدونم نباید قد کنم میدونم نباید این کار کنم و بی به پدر مادر کنم همه میدونم میدونم نباید بود پرستی کنم میدونم نام خدا رو به باطل نبرم قسم دروغ نخورم همه رو میدونم اما راجبه سبت هیچ وقت فکر کردی پس ببین ما ناخواست مسیحیان فقط نقطه داریم انجام میدیم و ناخواست اون یکی رو نمیبینیم آیا مسیح اومد که در واقع شریعت رو بشکنه آیا مسیح اومد رایت نکنه اتفاقا اومد اون مفهوم درست ثبت رو به ما بگه اومد که اون قلب خدا برای ثبت و شالوم و آرامی رو به ما بگه و برای اینکه در واقع توی ثبت بتونی قرار بگیری تو باید در تسلیس ثبت وارد بشی آمین تسلیس ثبت چیه وقتی کلام خدا رو میخونیم میگه خدای پدر خدای آرامیه کلام خدا میگه به موسی گفت که به آرامی من وارد بشو روی من خواهد آمد و آرامی من تو رو فرا خواهد گرفت دائم میبینیم که قوم رو به آرامی خودش دعوت میکنه خدای ما خدای آرامش دهنده است خدای آرامی ها آمین؟ چقدر بارها شده با ترس و نگرانی اومدی در حضور خدا و خدا تو رو آرامی داده آمین چقدر شده بار سنگین داشتی با گریه اومدی خدا تو رو آرامی داده آمین خاصیت حضور خدا و رفتن به ثبت خدا اینه که ثبت تو رو فرا بگیره آمین وقتی تو زیر بارون میری ناخواسته خیز خواهی شد وقتی زیر ثبت خدا میری درون ثبت خدا میری ناخواسته آرامی خدا تو رو فرا میگیره مسئله دل تو رو میبینه بارهایی که روی زندگی تو رو بر میداره هر چیزی که در واقع شالام تو رو و ثبت تو رو داره میدوزه خدا بر میداره چیزهای زیادی هست که در واقع ثبت ما رو میدوزه که تنها در حضور خداست که اونها برداشته میشه ما میدونیم گناه ها آدم بهش میرسیم گناه آرامی از ما میدوزه وقتی در حضور خدا میای خدا این بار رو از تو بر میداره اگه طرف نگاه میکنیم عیسی مسیح رو نگاه میکنیم راجع به تاسیس در واقع سبت میخوام به شما بگم راجع به مسیح صحبت میکنیم میگه بیایید نزد من ای زحمت کشان و گرامو را من شما را آرامی خواهم بخشید یوق من بر خودگیری سبک و خفیف است و بار من آرامه خدا ما رو در واقع به آرامی خودش مسیح ما رو به آرامی خودش پس در واقع در این تاسیس ما هم پدر رو میبینیم که خدای آرامیه هم عیسی رو می بینیم که و هر جا میریم که در واقع ناآرامی هست اونجا آرامی میار بود گفت آرام بشه و آرام شد زن بیوه زن داره گریه میکنه سر بچه تنها تنها بچه در واقع مردش میگه او رو آرامی داد گریه تو بسته بلند شو کسایی که درد من بودن پدر ناآرام بچهش آورده اونجا دیو زده اون وقتی شفامیده آرامی بش میده خدا داره چه کار میکنه تمام معجزاتی که تو زندگی به تو میکنه برای چی میکنه که تو آرام باشی خدا خدای آرامی برای چی معجزه میکنه برای چی شفا میده که آرام باش برای چی اشکاتو میخواد پاک کنه که آرام باش برای چی به میخواد پایان بده میگه آرام باش آرام باش آرام باش آرام به با آرام با آرامی من داخل شد هم پدر ما رو به آرامی دعوت کرده هم عیسی ما رو به آرامی دعوت کرده پس ببینید در این تسلیس ما میبینیم که هر دو دارن ما رو به آرامی دعوت میکنن آیه تفرو قدس رو میبینیم که روح خدا روح آرامیه به آرامی خدا در واقع آرامی خدا بر قلب‌های ما روح خدا در واقع از طریق آرامی خیلی چیزها رو بر ما هدایت می‌کنه در حضور خدا آرامی خدا میاد در حضور خدا استراحت میاد معنی ثبت و آرامی چیه استراحت یافتن آرامی یافتن آسودگی یافتن پس می‌بینید این در این تسلیس ما تسلیس آرامی رو می‌بینیم و اگر میخوایم وارد این آرامی بشیم باید هم در آرامی پدر هم در آرامی پسر و هم در آرامی روح قدس باشیم و بعضی مواقع ما این تسلیس رو میشکنیم و میخوام راجع به این تسلیس به شما صحبت کنم که من چگونه میتونم در حضور پدر استراحت بیابم چگونه در حضور عیسی میتونم استراحت بیابم و چگونه در روح خدا میتونم استراحت بیابم اون موقع من میتونم دارم ثبتم رو رعایت میکنم خودم در جستجوی ثبت هستم خودم دارم بلند میشم آماده میشم که به ثبت خدا وارد بشم آمین؟ وقتی یک شنبه به حضور خدا میاد یا هر روز دیگه هستی در ایران سرزمین ترکیه جاهای دیگه هستی مهم نیست جلسات خانگی در وسط هفته هستید وقتی داری آماده میشی خداوند من رو آماده کن که به سبت تو وارد بشم دارم بلند میشم که سبت رو در واقع دریافت کنم میام که به سبت تو وارد بشم با این ایمان بیا در غیر این صورت چیزی نصیبی از سبت نخواهی برد مثل اون زن خمیده خواهی شد که آمده و رفته و هیچی دریافت نمی کنید اما یک روز عیسی او رو لمس کرد و اجازه بده در این سبت عیسی تو رو لمس کنه بار تو رو خم تو رو قوز تو رو نگرانی های تو رو برداره خدا میخواد که ما سبت رو رعایت کنیم سبت رو چگونه رعایت کنم من در چگونه میتونم در حضور پدر سبت داشته باشم یکی از چیزهایی که در واقع سبت رو میشکنه نااطاعتیه که گفتم کلام خدا در به صحبت میکنه وقتی کلام خدا رو اطاعت میکنی میگه روح خدا بر مطیعان میاد روح خدا روح آرامیه خدا جایی که در واقع اون رو احترام میکنی حضورش میاد و به او احترام میذاری ثبت خدا مال تو خواهد شد ما قراری فقط یک روز ثبت کنیم که برای استراحت کافیه اما خدا میخواد هر روز ثبت کنیم به اندازه کافی روز تو رو نگران میکنه خسته میکنه فشارها حرفها حدیثها بحرانها صورت حساب ها درگیریها، ها درگیری ها نگرانی ها بلا تکریفی ها بی خونگی ها بی ها تنهایی ها همه چی تو رو نگران میکنه آیا شب میتونی در حضور خدا شب تو ثبت کنی؟ حداقل وقتی میخوابی خداوند تمام بار نگرانی ها به تو میسپارم چونکه میخوام ثبت کنم میخوام بخوابم خواب میدونی قسمتی از ثبته؟ و شما هر شب که میخوابی داری ثبت میکنی و شبهایی که نمیخوابی ثبت نمیکنی میدونی چرا ثبت نمیکنی چون که بار نگرانی ها تو رو دوش خودت داره میگیری و به خدا نمیسپاری تا او تو آرامی بده بگیری بخوابی به, به خاطر همین شب تا صبح نمیخوابی به خاطر امی شب تا صبح نگرانی به خاطر همین یک کابوس میبینی این خواب میپری صد بار بلند میشیم چرا چون که ثبت ندارم مشکل من فقط این نیست که بگم گناهی کردم خدا میخواد که در واقع ما این سبت رو داشته باشیم روزا برای کار انگار مثل شش روزه روزا برای کار شب را برای استراحت استراحت یعنی چی کلام خدا میگه یعنی سبت کن ما در روزم باید سبت کنیم در روزم باید استراحت کنیم در حضور خدا و بار نگرانی هامون رو به او بسپاریم او برای ما فکر خواهد ولی چقدر اعتماد دارم که بارمو بهش بدم یه شخصی میگه مدتی بود تمام افکارم شبها خواب نمیخوابیدم یه ذره که میخوابیدم کابوس میدیدم با دلهوره و تپش قلب خواب بلند میشدم شده بود سر همین هرچی دعا میکردم که خدای چرا روزهای سختی داشتم روزهای بسیار وضعیت پناهندگیم رد شده بود تو ترکیه بود درآمدم دیگه نداشتم و این گرونی اقتصادی هم وضع قوز بالاقوز شده بود یه کاری داشتم از اون کارم با خاطر چی بیرونم کرده بودم و خیلی سختی داشتم و نمیدونستم بعد چه کار بکنم و دائم در واقع شبها راحت نمیتونستم بخوابم میگه روزها خوب بود باز دعا میکردم اما شبها که میشد فشار سنگین میامد روم روزها سرما یه جور گرم میکردم اما شبها بار فشار سنگین میامد روم و داشتم عذاب میکشیدم یه بار تصمیم گرفتم که برم دکتر اعصاب یه قرصی به من بدن شاید بخورم و آروشبا راحت بتونم بخوابم به سفارشی که دوستانم می گفتم میتونی برای من یه وقت بگیری تو زبان ترکیت تو خوبه گفت باشه برات زنگ میزنم میگه گفت گفتم ای ما وقت گرفتی بن خبر بده میگه تو این فاصله یک آن روح خدا بهم گفت آیا خدایی من فقط بر روز تو خدا هستم آیا برای شب های تو خدا نیستم آیا فقط زمانی که آفتاب بیرون من خدای تو هستم زمانی که هوا تاریک من خدای تو نیستم به راسته که او خدای شبهای ما هست چه خواب باشیم چه بیدار باشیم کلام خدا میگه وقتی خوابی یه و خدای تو بیدار هست برای تو خوابه اما اون بیداره و برای تو فکر میکنه که برای فردای تو چه نقشه داشته باشه به همین دل میگه نگرانی امروز برای امروز کافی است نگرانی فردا رو به فردا بسپار پس ما ناخواست خودم داریم ثبت رو میشکنیم و تو حتی ثبت میاره ثبت رو از من میبره اما چگونه در حضور پدر وقتی تو پرستش میکنی وقتی ستایش میکنی وقتی در حضور خدا شکرگزاری میکنی داری در واقع شرایط ثبت رو مهیا میکنی خدایا به ثبت تو میخوام وارد بشم میخوام به حضور تو وارد بشم وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم در مزمور 22 صحبت از این میکنه میگه که ای که تو خدای قدوس هستی و بر پرستش های اسرائیل جلوس میکنی کلام خدا میگه ما قوم خدا هستیم ما فرزندان او هستیم آمین پس او بر پرستش های ما او بر ستایش های ما او بر شکزاری های ما همچون تختی میشه که حضور خدا رو اجازه میده که بیاد بشینه و هر جایی که روح خداست اونجا آرامی و آزادیه آمین و ما باید این شرایط رو مهیا کنیم با پرستش هامون در حضور خدا در رابطه اون با خدا وقتی در حضور خدا میری در واقع و تقدیس میکنی خودتو اونجا آرامش میاد خیلی چیزایی که در واقع ثبت ما رو میدوزه گناهه هر گناهی میخواد باشه گناه زبانی گناه قلب گناه داوری گناه نظر دادنای بیخوده ما فهم میکنیم راجع به هر کس هر چیزی بعد حرف بزنیم خیلی حواسمون باشه که ناخواسته یه چیزی میگی یک لحظه اما 5 ساعت بعدش میبینی حالت خوب نیست نمیفهمی ما ساعت قبل که یه چیزی گفتی چرا شیطان از هر چیزی دنبالش میگرده که در واقع آرامی ما رو بدوزه و اینجاست که در واقع خدا میخواد بگه میگه ای قدوس اسرائیل اینی که ما میخوایم پرستشش کنیم آمین اما قدوس اسرائیل هم هست و چیزی که خیلی مهمه وقتی در حضور خدا میاییم حتما باید تقدیس کنیم به خون عیسی مسیح خودمون رو تقدیس کنیم در چه وضعیتی هستی مهم نیست خدا رو تقدیس کن در چه شرایطی هستی مهم نیست خدا رو تقدیس کن چون که خدای ما خدای قدوسه امین و خدا میخواد که در این قدوسیت او رو پرستشش کنیم اینجا نمیخوام بار مذهبی و بار گناه و گار بار محکومیت بزنم رود اما چیزی که وجود داره هر چیزی که مس تو رو هر چیزی که آرامی تو رو میدوزه در حضور خدا بذار کنار امین در حضور خدا اجازه نده خداوند کلامی قلبی حرفی نظری پیشنهادی که اصلا به من ربط نداشته داوری چیزی کردم که مال من نبوده به من ربطی نداشته خداوند میخوام در حضور تو خداوند تقدیس کنم و خون عیسی تو رو پاک میکنه همین در هر شرایطی باشه خون عیسی تو رو پاک میکنه در هر وضعیتی باشه خون عیسی تو رو پاک میکنه خون عیسی قدرت داره که هر سیاهی زندگی منو تو رو پاک بکنه ما باید ایمان داشته باشیم به خون عیسی مسیح اینکه با چه وضعیتی اومدی مهم نیست مهم اینه که او که میخوای پرستشش کنی قدوس اسرائیل آمین من بارها دیدم ایمانداران بسیاری که واقعا دل خیلی خوبی داشتن اما خیلی چیزها رو رعایت نمیکنن به زبانشون به قلبشون مواظبه نیستن و حواسشون نیست که در قلبشون چی میگذره و کلام خدا در واقع ما رو تشویق میکنه که حواسمون به قلبمون باشه مبادا در, در, در درهای شرارت در رد بشه داوود میگه خداوند دل من را تفتیش کن خودش هم میگه خودمو رو تفتیش میکنم باید در رو بدی باشه در حضور خدا که میای در حضور این خدای قدوس که میای اول از همه خودت تقدیس کن کاهن باشی و خودت تقدیس کنی پادشاه باشی و خودت تقدیس کنی رئیس جمهور باشی و خود تقدیس کنی خادم خدا باشی و خود تقدیس کنی فرزند خدا باشی خود تقدیس کن به خون عیسی مسیح خداوندا میخوام منو بشوری و حضور تو بیام نگران نباش بار گناهان تو چقدر بار سنگی از کجا داری میای شاید بگیم من اصلا تو میدین از کجا دارم میام اصلا برای من مهم نیست از کجا داری میای از وسط گناه داریم میای به حضور خدا میای اینجا خودتو بشور به خون عیسی خودتو بشور قلبتو بشور چشمتو بشور زندگیتو بشور چرا چون اینها آرامی اصلا میدوزه ثبت اصلا میدوزه همه ما میدونیم وقتی گناه هست ناآرامی میاد وقتی گناه هست و ناراستی هست ناآرامی میاد ناآرامی زندگی ما برای چیه چون ما میدونیم در واقع خودمون میدونیم که چه اتفاقی داره میفته ولی جالبه قدرت خونه عیسی که میاد وقتی پاک میکنه کلام خدا میگه آرامی میاد کلام خدا در امثال در اعمال میگه میگه و توبه و بازگشت کنید تا دوران استراحت یعنی سبت و آرامی و ثبت خدا فرا برسد وقتی توبه میکنی آرامی خدا میاد چرا اونی که تو رو محکوم میکرده دیگه نیست اونی که به تو فشار می دیگه نیست اونی که تو سر تو میزده دیگه نیست چون که خدا برداشته آمین خون عیسی پاک کرده و خدا میخواد که در واقع چگونه در حضور او رو پرستش کنیم آمین که او رو پرستش میکنیم اما اون قدوسه خدای قدوس میخواد که در واقع فرزندانش در قدوسیت و خون عیسی همیشه تازه است جلوی تخت فیض بیایید به سمت تخت فیض بدوید هیفه، باور کنید هیفه. چقدر ایمان هستن فقط به خاطر گناهان ظاهرم فقط کوچک گناهان زبانی گناهان چشمی گناهان قلبی گناهانی که شاید اصلا اصلا نباید واردش بشیم و میتونیم واردش نشیم در واقع آرامی هامون داره میره اینو فراموش نکن شاید مردمی که دوباره و تو هستن دوست ندارن بهش برن اما تو چی؟ بهش یعنی آرامی خدا عدن یعنی آرامی خدا اونا براشون فرق نمیکنه چون که زندگیشون پر جهنمه صبح تا شب نزاه و دعوا و ترس و مصیبت و لعنت و نفرین و دروغ و چیزهای مختلفه وقتی کنارشون میسته احساس حالت بد میشه مواظب باش جهنم قلب اونها تو رو فرا نگیره اگر تو قدرت شالوم قدرت آرامی و قدرت ثبت و قدرت عدن خدا رو داری رو بریز اگر نمیخواد از تو بپذیره اما چیزی هم از او نپذیره خدا میخواد که ما موازه به این ثبت هم باشیم جوی قدوسیت در خودش آرامی میاره که چیزی به نام اینکه تو رو در واقع محکوم کنه وجود نداره آرامی یافتن یعنی چی؟ قرار گرفتن در حضور خدا ما هم روح داریم هم روان داریم هم جسم داریم و در تسلیس هر کدام از قسمت های بدن ما و زندگی ما و وجود ما میتون در حضور خدا استراحت بیابه روح من که از جنس روح خداست در حضور این خدا خدای پدر ثبت میابه اما جسم من عیسایی که جسم پوشید و روی زمین اومد اون برای من ثبت میاره یعنی چی؟ وقتی تو فشارها و سختی قرار میگیرم اگه عیسی بود چه کار میکرد وقتی حرفی میشنوم اگه عیسی بود چه کار میکرد اگه بی و بی ادالتی میبینم اگر عیسی جای من بود چه کار میکرد اگه عیسی جای من بود در این شرایط در این مد... درد در این وسوسه در این بحران چه کار میکرد اگه عیسی جای من بود و در واقع تو در عیسی داری ثبت میابی چون که دقیقا همون کاری داری میکنی که اگر عیسی بود انجام میداد آمین چون که او صاحب ثبته پس حواسش هست که کسی ثبتش رو ندازه و در روحالقدس هم همینطور روح خدا روح آرامیه هر چیزی که آرامی رو از تو بدوزه دل من در واقع ناآرامه همیشه نمیخوام بگم دل آرام همیشه خیلی خوبه دل ناآرام خیلی بده آمی که خدا روح آرامیه و طبیعتا وقتی احساس میکنی جایی هستی که ناآرامی دل روح تو ناآرامه طبیعتا یه چیزی اونجا جور نیست چون روح خدا ما رو در مسیرهای آرامی هدایت میکنه به همین دلیل کلام خدا درباره صحبت میکنه که حواسمون باشه درباره روح القدس صحبت میکنه روح القدس محزون نکنید یه درجه ضعیفشه روح القدس رو خاموش نکنید این درجه قوی ترشه روح القدس رو فریب ندید این مرحله خیلی قوی تر از دو مرحله قبله و مرحله چهارم میگه با روح القدس مقاومت نکنید این از همه بدتره چگه روح خدا وقتی گناهی میکنی تو رو ملزم میکنه اگه خطایی میکنی تو رو ملزم میکنه و تو رو به مسیرهای راستی هدایت میکنه روح خدا در درون روح ما گواهی خواهد داد که ما در چه وضعیتی هستیم جالب وقتی پولس نگاه میکنیم جاهای مختلف می دوم قرنتیان با به دو آیه 12 تا 13 میگه به تروا رفتم اما در روح آرامی نداشتم یه جایی میگه روح من که به عنوان انسان سبودی هستم میگه رفتم روحم آرام نبود با جسمم رفتم اما روحم آرام نبود به دلیل تصمیم گرفتم اینجا رو ترک کنم برم به مکادونیه وقتی میره به مکادونیه یا مقدونیه میگه اونجا رفتم حالا جالبه میگه روحم آرام با جسمم نه آرام بود چون که دائم ترس و تهدید و مشکلات جا جور جور داشتم به این معنی نیست که هر جایی که ناآرامیه حتما اونجا روح خدا نیست و هر جایی که آرامیه روح خدا هست بیشتر در گواهی قلب تو دارم صحبت میکنم تو خیلی مواقع ممکنه با یه ایماندار میگی برادر من خواهر من این شرایطی که داخلش هستی اوکی نیست باور کن کلام خدا به دلایل مختلف داره میگه این جایگاهی که داخلش هستی اوکی نیست ولی من زندگیم آرومه آیا فکر نمی کنی تو اون چهار تای با روح القدس او رو خاموش کردی؟ آیا مقاومت کردی؟ آیا فریب دادی؟ یا در واقع به نوعی داری باش مقاومت می کنی؟ اتفاقا ما یه جای عیسی رو میبینیم که در باغ جتسیمانی در زیر فشارهای سخت زندگی داره دست پنجه نرم میکنه با این مرگی که قرار در واقع اون جامش رو بنوشه اما چه اتفاقی میفته با این که در اون فشارها هست آیا از خدا بود یا نبود تو میتونی در فشارهای جایگاهت باشی در فشارهای خدمتت باشی در فشارهای تحملات باشی اما دقیقا در جای درست قرار گرفتی خیلی نارامی اما دقیقا در جای درست قرار گرفتی ممکنم امکان در یه جایی هستی همه چی خوبه و آرومه اما در جای درست قرار نگرفته باشی همیشه اینطور نیست چونکه مسیرهای خدا معمولا طوریه که در واقع در آرامی ما رو جلو میبره خدای ما خدای آرامیه خیلی از افراد تو فشارهای زندگی که میافتن آره خدای ما خدای آرامیه خدا نمیخواد ما ناآرام باشیم پس بلند بریم طلاق بگیریم ما بریم دنبال زندگیمون نه اتفاقا خدا میخواد باشی و این صلیب تو هم کنی عیسی هم وقتی داشت بارش صلیبش رو حمل میکرد داشت با درد میرفت اما دقیقا از خدا بود و ما فکر میکنیم هر جایی که ناآرامیم خدا بابای رفتیم اگه عیسی هم میخواست اون فشارها بگه بای بای ما رفتیم امروز ما نجات نداشتیم یه جای خدا میخواست صلیب هامون رو هم کنیم نه اینکه صلیب رو حذف کنیم پس حواسمون باشه که بعضی مواقع توی آرامی یا نه آرامی فریب نخوریم چون همیشه اینطور نیست هرچند معمولا روش های خدا روش های آرامیه اما همیشه هم اینطوری نیست تو بحران ها و تو سختی ها اونجا دیگه قانون آرامی نیست چون جالب پولس سال میگه می وقتی به مکادونیه رفتم جسمم ناآرام بود اما تسلی خدا اومد فشار بود اما تسلی خدا بود آرامی خدا هست و میگه فرشته حضور خدا آمد و عیسی رو تقویت نمود و تو میتونی در شرایط سخت باشی اما آرامی خدا هم داشته باشی در دوم تواریخ باب هفایی چهارده میگه که چهارده تا 16 و قوم من که به اسم من نامیده شدند راجع من و شما دارا صحبت میکنه راجع آنانی که به مسیح ایمان دارن صحبت میکنه فروتن بشن دعا کنن طالب حضور من باشن از راه های بد خیش توبه کنند آنگاه من از آسمان اجابت خواهم کرد گناهان ایشان را خواهم آمرزید و بعد زمین ایشان را شفا خواهم داد و بعد از آن چشمان من گشاده و گوشهای من به دعایی که در خانه تو کرده می شود چنوا خواهد بود حال این خانه را اختیار کرده و تقدیس میکنم که اسم من تا ابد در آن قرار بگیرد و چشم و دل من همیشه بران باشد آمین خدا میخواد که ما با فروتنی توبه کنیم و در حضور خدا و تقدیس کنیم کسیف شدن مال این دنیاست اما پاک شدن فقط به خونه احساس بخوای نخوای تو دنیا کسیف میشی تو دنیای کسیف زندگی کردن تو دنیای سقوط کرده زندگی کردن تو تلویزیون سقوط کرده اینترنت سقوط کرده آدمایی سقوط کرده شهر سقوط کرده کشور سقوط کرده دنیای سقوط کرده تو آلوده میشی اما خدا را شکر برای خونه عیسی که ما رو پاک میکنه پس به همین دلیل اجازه نده شب به شب قبل اینکه بخوابی یه شامگاهان با خودت داشته باش حتی کوتاه و اندک حتی در بستر درست شدی قبل اینکه چشمانتو بذاری خداوند دل من رو تفتیش کن و اعمال روز مرا مرور کن مبادا در او بدی یافت شود میخوام به خونه ایسا منو بشوری و پاک کنی شاید صبحی دیگر نباشد که من برخیزم شاید در خواب باشه ما تو آمده من رو به آسمان ببری یا مبادا آمده من در زمین بمانم یا ممکنه شب آخر زندگی من باشه مبادا در من بدی باشد مبادا در من چیزی باشد و خون تو هنوز پاک نکرده باشه خدا میخواهد که ما در قدوسیت زندگی کنیم اگر شب با صبح بلند شدی به نام عیسی مسیح آمین که صبحی مقدس و صبحی مبارک داری اگرم بیدار نشدی در حضور خدا بی ملامت در پاکی خدای پر جلال را خواهی دید. ما درباره فیض میشنویم اما درباره قدوسیت هم بشنویم درباره بخشش بشنویم اما درباره قدوسیت هم بشنویم چون جامعه ما خیلی داره شل میره جلو جامعه مسیحی خیلی شل داره میره جلو جامعه مسیحی جامعه شده در واقع یه نوعی به قول معروف دیپلماسی همه چی آروم همه چی راحت همه چی شکلاتی همه چیز بی خیال همه چی فیض آمین خدای فیز خدای قدوس هم هست فیض پاک میکنه گناه را پس گناه بده که پاکش میکنه پس گناه خوب نیست که پاکش میکنه پس گناه زشته که پاکش میکنه پس گناه در واقع لعنت میاره که پاکش میکنه گناه نا آرامی میاره که پاکش میکنه پس اصلا چیز خوبی نیست که پاکش میکنه و هر وقت راجع به فیض فکر کردی راجع به این فکر کن که چه چیز کردم که باید خدا منو پاک کنه همین پاک کردن یعنی قدوسیت خدا همین پاک کردن خدا خدا میخواد منو تقدیس کنه چون میدونه نا آرامی از کجا میاد خدا میخواد در حضور او اول خودمون تقدیس کنیم و بعد پرستش های ما تختی باشه که حضور خدا بیاد و ما رو پاک کنه خیلی مهمه که زندگی من چطور داره میره خیلی مواقع قلب های ما خوبه اما روش های ما خوب نیست مثلا تو روابط احساس میکنیم آره من که قلبم خوبه میخوام کار خوب انجام بدم کار بدم نمیخوام انجام بدم میخوام ازدواج کنم میخوام این کار انجام بدم میخوام بیزنس بکنم میخوام مهاجرت کنم میخوام ازدواج کنم میخوام این کار انجام بدم کار بدی نمیخوام بکنم آره خیلی خوبه اما به چه روشی دارم این کار انجام میدم به چه روشی دارم انجام میدم خیلی مهمه و شیطان میدونه برکت خدا برای ازدواج برکت خدا برای بیزنست برکت خدا برای شراکتت برکت خدا برای معاجرتت چطوری به شیطان خراب کنه؟ آلودش میکنه آلوده که میکنه آرامی رو میزنه پس اجازه بده خدا من تریخهای من نی تریخهای تو های من نه های تو احکام من نی احکام تو افکار من نی افکار تو خدا میخوام نه به خواهش من بلکه به تو حیف نظار زندگیت شیطان در اشتخالت پیدا کن خون ایسا امروز میتونه پاک کنه وقتی پاک میشه مس میاد وقتی پاک میشی آرامی میاد وقتی پاک میشی شجاعت میاد وقتی پاک میشی مهم نیست دیگران راجع به تو نظر چی میدن وقتی پاک میشی بلند میشی وقتی پاک میشی خنده میکنه وقتی پاک میشی جرأت پیدا کن وقتی پاک میشی می قدت بلند میشه گناه قد کوتاه میکنه خدا میخواد که در واقع ما به قد قامت پری عیسی مسیح برسیم و حیفه, حیفه. نزا اینجا محکومیت گناه نیست راج به قدرت خون عیسی صحبت میکنیم راجبه خدای قدوس که قرار رو پرستش کنیم و عیسی مسیح اومد که برای گناهان ما ود عیسی به من کمک میکنه اگر عیسی جای من بود چه کار میکرد و روح خدا مخالفت نکن میگه توبه کن چشم میگه این رو نرو چشم میگه این طریق رو نرو چشم 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 حالا پس به من قوت بده به من فیض بده که در مقابل این چیزی که تو میگی من بتونم بیستم اون کاری که تو میخوای نکنم حیفه و گنه برو بکن کسی کارت نداره دنیا آزاده دموکراسیه بعد ما جالب به فکر میکنیم که اروپا دموکراسیه، نه ایران دموکراسی تره نه خیابونای نگاه کن دموکراسی دموکراسی همه راحتن هم. نه درسته توی ایران همه چی آزاده اینجا هم همه چی آزاده دنیا آزاده اما ایمان من میگه من آزاد نشدم که هر کاری دلم میخواد بکنم آزاد شدم تو هر کاری که دلم میخواد نکنم آزاد شدم تا اون کاری که مسیح میخواد بکنم من در مسیح قوت انجام بشو دارم قبلا نداشتم الان دارم به افتادم نگاه نمی کنم خونی سوما بلند می کن. به ضعفم نگاه نمی کنم قوت او میاد اعتماد من به خودم نیست به مریضیم نگاه نمی کنم به شفای او به ضعف خودم نگاه نمی کنم به قوت او به کمبودهای خودم نگاه نمی کنم به علم او به جهل خودم نگاه نمی کنم بلکه به حکمت او به کوچکی خودم نگاه نمی کنم بلکه به بزرگی او همه چیم در اوست حیفه حیفه هر جو دولت میخوام توی بری زندگی کاری کسی به تو کار نداره کسی به تو چه کاره ای چرا چه که به هم بگه چه کاره ای دیگه میگه به تو رب یه حق داری به من رب نداره به کی رب داره به تو رب داره به تو رب, به تو رب نداره بچه به پدر مادرش میگه به تو رب نداره من بزرگ شدم اون یکی به اون که میگه به تو رب نداره راست میگه همه میتونن به هم دیگه بگن به تو ربطی نداره تو هم میتونی بگی راست میگه به من ربطی نداره اما وقتی روزهای ناآرامیت میان روزهایی که داری گریه و ناله میکنی روزهایی که ثبت تو دزیده شده و یک ذره ثبت نداری و شیطان زندگی تو رو داره لگد مال میکنه به هر جا میری در بسته میخوری احساس میکنی برکت تو زندگیت نیست کار میکنی پول توش نیست شادی نداری قوت نداری مس نداری جرأت نداری اون موقع میخوای چه کار کنی اون موقع میای میگی برادر برام دعا کن خواهر برام دعا کن میگه برای چی دعا کنم نا چی آرامی تو رو دزدید آیا طریقهایی رفتی که نا آرامی نا، آرامی وارد زندگی تو شد آیا طریقهایی رفتی که در واقع خدا گفته بود نه رو این طریق پسر من این طریق تو نیست طریق من اینه بیا اینجا بس در حضور من تو رو برکت میدم تو رو بلند میکنم ازدواج تو برکت میدم بیزنس تو برکت میدم راه تو برکت میدم مهاجرت تو برکت میدم فرزندان تو برکت میدم طریقات تو برکت میدم اول اینو فراموش نکن از من برکت از تو حرکت حرکتی نکن که خدا تو رو برکت نده حرکتی نکن که دست خدا روی تو نباشه قدمی بر ندار و کاری نکن که دست خدا روی تو نباشه آن چی رو انجام بده که خدا به تو بله و آمین بگه آمین. حیفه وگرنه کی به تو کار داره کسی به تو نمیتونه بگه درسته؟ همه راحتن، هم. اما حیف هیفه و مست حیفه رابطه با خدا نیست همه ما دنیا گناه اومدیم گناه رو میشناسیم اما الان برای چی اومدیم در مسیح آیا فکر نمی دلیل اومدن ما در مسیح فقط یک چیز بود که فیض او گناه های ما رو پاک کنه اصلا به خاطر چی ما مسیحی شدیم آیا برای این نبود که مسیح گناه های ما رو پاک کنه فقط دلیل مسیحی شدن ما همینه فقط همینه که با خدای حقیقی خدای محبت که به واسطه گناه ازش دور افتاده شدیم آشنا شدیم که او بار گناه های ما رو بر او غم های ما رو بر گرفت او درد های ما رو بر گرفت او گناه های ما رو برخود گرفت تا از اخ ما شفا بیابیم واقعا نمیخوام باری رو شما بذارم اما اگر روح خدا کلام خدا میگه قمی که از آسمانه منشه تو است اگر احساس میکنی چیزی باید تبدیل کنی بکن بزین از من نشنم. این برمان کلام نبوت بشنو جامعه مسیحی ما جامعه کش داره میره داره کش میره به من ربطی نداره اما حیف تو حیف کار ایسا حیف دعوت خدا حیف رویای خدا حیف نقشه خدا آنچه که خب بر تو در نظر گرفت حیف سب مقدس باش خدا در وقتش رو برکت میده خدا در وقتش رو بلند میکن حیف از همین الان یه شروع تازه یه استاد تازه سف سف خداوند رو میخوام از نا شروع کنم من رو پاک کن به خونه به از سف میخوام شروع کنم زبان منو قلب منو چشم منو رفتارهای منو اصارت همو میخوام پاک کنی امروز میخوام در حضور تو خداوند جانی تازه بگیرم هرچی که ثبت من رو دوزیده امروز به پای سری به تو میذارم و میخوام خداوند منو با تقدیس کردن وارد ثبت خودت یه شخصی به من میگفت مدتی بود نمیدونم چرا وقتی ناخواسته وقتی پرستش میکردم ای خدای فیض میگفتم ای خدای رحمت میگفتم ایسا دوستم دارم میگفتم اما احساس وقتی میگفتن ای قدوس میگه حالم بد میشد میگه حواسم نبود یه مدت به قدوس که میرستم استاب میکردم تو سرودا یه یواش میگفتم میگه آن به خودم اومدم شب قبل اینکه بخوابم میگه روح خدا منو رو ملزم کرد که دقت کردی اسم قدوسیت که میاد قدوس او خدای محبت میدونیم چرا توی احساس میکنیم در قسمت روح القدس که ما رو تقدیس میکنه تقدیس شکست است در واقع تسلیس ما شکست است خدای پدر عیسی مسیح I love you اما روح قدوس خدا بزا وقتی به قدوسیت خدا میرسی به همون قوت فریاد بزنی که راجع به فیضش فریاد میزنی با همون قوت راجع به ادالت صحبت میکنه دعا کن که راجع به محبت خدا دعا میکنه نگران افتادن ده دماش خونه ایسا رو خب چه فایده من توبه کنم دوباره بیفتم خدا با افتادن تو مشکل نداره سوالش اینه که میخوای بلند شی همه ما لباسمون کثیف میکنیم چون کثیف میشه به این معنی نیست لباس نپوشیم میپوشم میشورم میپوشم میشورم نگران کثیف شده نیستم چون میدونم خونه عیسی ما رو میشوره اما خودم لباسم کثیف نمیکنم اما دنیا کثیفش کرد میشورمش اگه هوا آلوده کسی بش کرد میشورمش اگه به یه جایی ناخواسته مالیده شد میشورمش اما لباس تمیز هر روز میپوشم توی خونه ایسا منو پاک میکنه. و امروز خدا میخواد شروع تازه کنی بهت قول میدم حالت خوب میشه بهت قول میدم شاد میشه بهت قول میدم بارات میاد زمین بهت قول میدم وقتی اینجا میری خوشحالی بهت قول میدم خاصیت خون شادی میاره خاصیت خون آرامی میاره قاسیت قدوسیت و پاکی مس میاره شهامت میاره روح نبوت میاره روح مکاشفه میاد دست خدا باز میشه عطایا و مس خدا جاری میشه هر جایی که قدوسیت خدا باشه اونجا معجزه انجام میشه حیفه این کلام خداست برای من و تو و برای کلیسای خدا هیفه 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 ارزش خودتا بدون بیم در این حضور این خداوند در حضور او استراحت کنیم ای قدوس اسرائیل میخوام پرستشت کنم اول میخوام اول تقدیسم کنی بعد پرستشت کنم میخوام من رو پاک کنی بعد پرستشت کنم پس بیاید به تخت فیض خدا به سوی تخت فیض جایی که آنت خدا میاد نه ترس نه ترس سنگ سال نمیشی نه ترس حضور خدا ترس نداره حضور خدا قوت میاره من بهت قول میدم شادی میاره بهت قول میدم خب اگه نتونم این پاکیمون نگه دارم چی؟ تو توبته با خدا هم فیض پاکی رو بدا میده اگه دوباره من میدونم شب میرم خطا میکنم چی؟ نترس تو امروز توبه کن معلوم نیست که به شب برسیم شب که رسید خدا من تو رو فیض بده در تو پاک میمانم من رو برکت بده از من استفاده کن حیفه باور کنه شیطان دنباله فقط اینه که زندگی ها رو خراب کنه مسو بدوزه روابط بدوزه ازدواج رو بدوسته کارتو بدوسته پولتو بدوسته ایمانتو بدوسته روغنتو بدوسته کارش دوزدیه پس بیایم امروز در حضور خداوند قلب رو باز کنیم و اجازه بدیم که این پادشاه جلال که ما رو دعوت کرده وضع ما رو میدونه وضع همه ما رو خوب میدونه از خودمون بهتر میدونه آمین ولی برای چی میگی بیا نزد من من بهت آرامی میدم بار سنگین من چیه هرچی هست روز سبت روز رستاخیزه سینخیز اومدی بلند شد خمیده اومدی راست برو با گناه اومدی پاک برو گریان اومدی شاد برو خدا ما دعوت کرده این پیغام سنگین نیست پیغام امیده پیغام قوته پیغام رهایی، پیغام بلند شدنه پیغام دهن تو شیطان دیگه برای من حرف نزن امروز پاک شدم چقدر تو هفته ای از وجدان میکشی چقدر تو هفته ای دائم شیطان تو رو محکوم میکنه چقدر تو هفته ای میزنه تو سر خودت چقدر هی انجام میدی و دوباره احساس محکومیت داری دهنتو ببند امروز به خون عیسی پاک میشن دهنتو ببند بسته دیگه برزده من حرف نزن. خدای من بر من نیست امروز مرا پاک کرد کنار منه آمین هلالویا تو ما برکت میدم به نام عیسی مسیح شش روز هفتتون رو برکت میدم تا روز هفتم در حضور خداوند دوباره استراحت بیابید خدا شب و روز زندگی تو رو محافظت کنه وقتی خوابی خدای تو بیداره و همچنان خداست خدا شبها هم خداست عیسی شبها هم عیسی رول خدا شب هم رول خداسته و همچنان خدایی میکنه و نگران شفاعت نباش شب به خدا بسپا نگران تو به بس او بسپار. اجازه نده چیزی سب بده تو رو بدزده. امروز خدا تو رو پاک کرد و تو رو پاک خواهد کرد چند بار همیشه تا روزی که زنده ای زندگی تو در شفا در قوت در برکت خداوند زندگی تو رو به حساب آورد خدا کمک کن در رویاهات یه قدم بری جلو به نداشته هات فکوس نکن خدا میگه به داشته هات تو برکت بدم از اونها لذت ببر از آنها لذت ببر شما رو برکت میدم به نام عیسی مسیح از هر برکت ملکوت آسمان در رویت Başar ver bana. Ben anı Amin. 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 Amin.